سرخط خبرها آشپز پوتین جنگ در اوکراین را پیش میبرد سلام و درود به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید آشپز پوتین جنگ در اوکراین را پیش میبرد گروه واگنر ارتش خصوصی متشکل از مزدوران از سراسر سر دنیا متعلق به یک اولیگارش روس اکنون به یکی از معدود گروه های فعال در اوکراین تبدیل شده که عملکرد ارتش و وزیر دفاع را به چالش میکشد الیگارش روسی یوتنی پریگوژین معروف به آشپز پوتین به تنهایی در حال ادامه جنگ در شرق اوکراین است و حضور پرسر و صدای خود را در کمپین نظامی متزلزل روسیه افزایش داده است او خود و و گروه مزدورش واگنر را میهن پرستان واقعی معرفی می کند. برخلاف مقامات رسمی نظامی که او آنها را به عنوان افرادی فاسد و نالایق مسخره می کند، ادبیات آنها در حال تون شدن و تقابل در حال تشدید شدن است. بنا گزارشی از CNN در چند هفته گذشته پریگوژین در نزدیکی خط مقدم در مناطق اشغالی شرقی دونسک دیده شده. در حالی که بین سربازان پرتغال پخش می کرده یا کیسه های اجساد را بازبینی و با سربازان خود با خشونت صحبت می است. ندرت فرصتی را برای زدن تشکیلات نظامی از دست می دهد. هفته گذشته در دونسک پریگوژین به مبارزان خود گفت زمانی که بر بوروکراسی داخلی و فساد خود غلبه کنیم به اوکرینی ها و ناتو نیز غلبه خواهیم کرد مشکل این است که بروکرات ها و کسانی که درگیر فساد هستند به حرف ما گوش نمی دهند چرا که همگی در حال نوشیدن شامپاین برای سال نو هستند بروکرات اصلی که پریگوژین به او اشاره دارد وزیر دفاع سرگی شویگو است به نظر میرسد که این دو بر سر قراردادهای نظامی هنگفتی که به گروه کنکورد پریگوژین داده شده و سپس از آنها گرفته شده و همچنین نقش بحث برانگیز گروه واگنر در سوریه با هم اختلاف پیدا کردند جنگ اوکراین فرصتی را برای پریگوژین فراهم کرده است تا واگنر را گسترش دهد و به طور عمومی مالکیتش بر این گروه را اعلام کند پریگوژین هفته گذشته در کانال تلگرام خود گفت من واگنر را ایجاد کردم و مدیریت می کنم. بنابراین مسئولیت هر گونه موفقیت یا شکست آن بر عهده من است. پس از اینکه او در پاییز سال گذشته در کارون توجه قرار گرفت پریگوژین شجاعت جنگجویان خود را با رهبری بیانگیزه شویگو و دیگر فرماندهان نظامی مقایسه کرده است پس از ناکامی در خارکیف در ماه سپتامبر زمانی که ضد حمله سریع اوکراین منجر به عقب نشینی روسیه شد پریگوژین در کانال تلگرامی خود گفت که فرماندهی ارشد ارتش باید مجبور شود با پای برهنه با مسلسل در خط مقدم بجنگد شویگو وزیر دفاع هرگز در جبه دیده نشده است و به دلیل شکستهایش در اوکراین به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفته است رهبران نظامی روسیه هفته گذشته به دلیل کشته شدن تعداد نامعلومی از نیروهای روسی در حمله موشکی در ماکیوکا در شرق اوکراین با انتقاد عمومی غیرمعمولی مواجه شدند در مقابل پریگوژین با شجاعت اشک استعداد پوپولیستی از خود نشان داده و حتی وقتی که ماه گذشته به باخ رفته بود به رئیس جمهور اوکراین تنه زد او در تلگرام گفت شاید تا رو بتوانیم با هم ملاقات کنیم من در نزدیکی باخمود نشستم و منتظرت هستم پریگوژین بیش از هر چیز یک فرصت طلب تیزبین است جنگ اوکراین به او و واگنر فرصتی داده تا جایگاه خود را بالا ببرند و عنصری را وارد درگیری کنند که به نظر میرسد ارتش روسیه فاقد آن است یک پیاده نظام موثر سربازان واگنر اولین نیروهای روسی بودند که در بهار به شهر پوپاسنا وارد شدند و سپس همزمان که نیروهای اوکراینی در تابستان به موازه کانونی خود عقب نشینی کردند وارد دونسک شدند. ارتش روسیه در شش ماه گذشته نتوانسته از هیچ گونه پیشروی قابل توجهی انجام دهد بنابراین موفقیت واگنر در تصرف باخموت یا سولدار دو شهر در دونست که ماها مورد حمله بودند هم جایزه درخشان برای پریگوژین و هم فرصتی برای تحقیر شویگو خواهد بود پریگوژین روز جمعه گفت که این منحصرا نیروهای خود بودند که در روزهای اخیر دستاوردهای در اطراف سولدار داشتند و افزود باخموت نقطه مرکزی جبهه شرق و یک مرکز لوجستیکی مهم است و وظیفه است که هرچه کمتر در آنجا کشته شویم و دشمن را تا حد امکان نابود کنیم روز سهشنبه زمانی که به نظر می رسید که جنگنده هایش کنترل بخشی از سولدار را به دست گرفتن، پریگوژین دوباره به این نکته تاکید کرد و گفت نیروهای واگنر کنترل کل قلم روی سولدار را به دست گرفتن و تاکید می کنم که هیچ سربازی به جز عوامل واگنر در حجوم سولدار شرکت نداشتند. نیروهای اوکراینی سقوط سولدار را انکار می کنن و حتی پریگوژین نیز اذعان کرده است که درگیری در آنجا ادامه دارد.